یه تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر شما بینندگان عزیز، با سلام و درود فراوان به شما. بعد از دو هفته که غیبت داشتم خیلی خوشحالم که دوباره جلوی این تلویزیون، جلوی مانیتور تلویزیون و با شما دارم صحبت میکنم. به نام خداوند جان و خرد، خداوندی که پیغامش رو میتونیم از همه چیز بگیریم، همه چیزها میتونه برای ما پیغام خدا باشه اگر گوش بسپاریم. میگه آوای خدا همیشه در گوش دل است، کودل که دهد گوش به آوای خدا. و اونو ما صداشو اگر حواسمون نباشه انقدر ضعیف میشنویم که دیگه به گوشمون نمیرسه. پس یادمون باشه اون پیغاما رو درست بگیریم. من میخواستم از همه بینندگان برنامه خودم، چه در ایران و چه در تمام دنیا، چه در آمریکا که واقعا خیلی لطف دارن به من و توجه میکنن به برنامه های من میخواستم خیلی خیلی سپاسگزاری کنم. و واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما که برای من پیغام میذارین و تشکر میکنین، من چه جوری از شما تشکر بکنم. خوشحالم که میتونم عضو مفیدی برای این جامعه باشم و بتونم یه خدمتی رو ارائه بدم به شما. ما اولین خط رو میگیریم. درود بر شما عزیزم. الو بفرمایید، روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید عزیزم. چشم، ازدواج موفق حتما. اتفاقا خودم هم تو فکرش بودم که بگم چطوری شما میتونین رابطه موفقیت آمیزی با زوج خودتون داشته باشین، حالا چه خانم چه آقا. من اینو میذارم سرلوحه برنامه بعد از اینکه قطع کردیم من در مورد این مسئله صحبت میکنم. و خیلی ممنون که شما این مسئله رو شما پیشنهاد کردید. به ذهن خودم بود که در مورد این مسئله صحبت کنم که چطوری ما میتونیم رابطه مؤثری با همسرمون داشته باشیم. این ازدواج موقعی موفقه که بتونیم اون رابطه مؤثر و صمیمانه که مبتنی بر اعتماد دو طرفه هستش، عشق توش مؤثر هست ولی اون اعتماد خیلی مهمه. مرسی از تلفن شما، حتما من در مورد ازدواج موفق صحبت میکنم. خدا نگهدارت عزیزم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم. من از شما تماس میگیرم. باشه عزیزم، سوالی از شما داشتم. تلویزیونتون انقدر صداش بلنده، پلیز حواستون باشه، برای اینکه من اصلا صداتون رو نمیشنوم. لطف کنین تلویزیون خاموش کنین، از صدا از تلفنتون گوش بدین، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم عزیزم. خانم دکتر من یه مشکلی دارم که اینجا این صدای تلویزیون رو قطع کنم. باشه بگین، من نگه میدارم، من قطع نمیکنم. ببخشید، سوالتون رو مطرح کنی عزیزم. خانم دکتر من از نظر تماس چشمی دچار مشکل هستم. اینجا برای من تشخیص بیماری افسردگی رو دادن اینو، ولی داروهای افسردگی که استفاده میکنم برای من اصلا هیچ تأثیری نداره و در حال حاضر هم مشکل رو دارم. نمیدونم باید چی کار بکنم، یعنی چه درمانی برم اینا، چون درمان دارویی من جواب نداده. میخواستم ببینم که مشکلم چیه و چی کار میتونم بکنم. عزیزم اجازه بدیم من یه چند تا سوال ازتون دارم. تماس چشمی نمیتونم برقرار کنم یعنی چی؟ یعنی سرتون رو پایین میندازیم موقعی که موقع حرف بزنی؟ تماس چشمی نمیتونم اصلا زمانی که خواهم به تماس چشمی برقرار میکنم با یکی اصلا یه احساس بدی به من دست میده. خب اینو گفتن به دلیل افسردگیه. خیلی بده، یعنی دوست ندارم که این مسئله
برای من چیز بشه. خب عزیزم، یعنی بعد از اینکه گفتین من تماس چشمی نمیتونم بگیرم، بهتون گفتن شما افسردگی دارین به این دلیل؟ بله، من بیماری برای من تشخیص افسردگی رو دادم، ولی من داروهای افسردگی استفاده کردم، اصلا نتیجه این ندیدم. عزیزم من نمیدونم حالا به چه دلیل خیلی اذیت میشم. گوش بده، مثلا خیلی من ناراحت. ببینین حتما نزدیکترین شخص زندگیم نمیتونم تماس برقرار بکنم. خب حالا اینا دلیل، من نمیدونم ازتون پرسیدن آیا خوابتون تغییر کرده، آیا بی اشتهایین، پر اشتهایین، گوشه گیر هستی؟ من علائمی ندارم خانم دکتر، یعنی کل من خودم در اثر بازنشسته هستم، کل علائمی که مربوط میشه به بیماری افسردگی رو ندارم. اوکی. ولی این حالا در من هست و این منو خیلی اذیت میکنه و اصلا دوست ندارم که حتی با نزدیکترین اشخاص زندگی. خب بذاری یه سال ازتون دارم، چی فکر میکنی؟ تماس چشمی داشته باشم، چی فکر میکنی؟ من اصلا خودم موندم که این بیماری من چیه، چرا تشخیص داده نمیشه و درمانش چیه. من ازتون سوال دارم جانم، شما موقعی که با یکی صحبت میکنین دلیل این که نمیتونین تو چشمش نگاه کنین چی فکر میکنین؟ یه احساس خیلی بد. چه احساسی؟ به چه دلیل؟ قبلا چه جوری بوده این احساستو؟ از کی به وجود اومده؟ چون الان چندین سال خانم دکتر من با این مشکل مواجه هستم و متاسفانه توی ایران اصلا نمیتونن تشخیص بدن که مشکل من چیه و من از این بابت خیلی رنج میبرم، چون حتی با بچه های خودم این مشکل رو دارم و بعد مرد و زنم مثلا برمان فرق نمی کنم، مثلا حتی با خواهرهای خودم این مشکل رو دارم. خب ما مشکل آی کانتاکت که دارین به خاطر اینه که سلف کانفیدنستون پایینه، ارزش به خودتون پایینه، ریسپکت به خودتون کمه، برای خودتون اون اهمیت رو قائل نیستین، احساس میکنین نکنه الان این کاری که میکنم اشتباه باشه. بعد اون موقع ببینین چه تفکری دارین و تمرین کنین. ببینین یکی از چیزایی که من الان توصیه میکنم، ولی بعدم میتونین به تلفن من 310-402-49-46 مثلا ساعت 9-9 شبتون تماس بگیرین، اسمتونم به من بگین، بگه اما خانمی که تماس چشمی نداشت، من اون وقت با اتون کار میکنم که بهتون میگه. خیلی سعی کردم با اون شماره شما تماس بگیرم خانم دکتر، حتی زنگ زدم نوبت گرفتم اینو. نه به شماره تلفن خودم. ببین همش اشغال بود. به شماره تلفن خودم زنگ بزنید، 310 402-49-46 من با اتون کار میکنم، رو صفحه تلویزیونم هست عزیزم. من میدونم که الان اشکالتون چیه و تمرین لازم داریم، با اون تمرینی که من به شما میدم مطمئن باشین تغییر خیلی پویایی رو در وجود خودتون میبینید. بعد اصلا این حس در من هست که خانم دکتر مثلا اگه با یه مرد غریبه مثلا این حالت رو مثلا برقرار میکنم، این حالت در من هست، اون مرد غریبه در مورد من فکر بد میکنه. خب همین دیگه، واسه همین دارم میگم انقدر اعتماد به نفستون پایینه، اینقدر ریسپکت و احترام به خودتون پایین هستش که فوری شروع میکنه اون نگاتیو تینک ها، یعنی اون تات هایی که افکار منفی که تو ذهنتون هست، شما رو شرطی کرده روی این مسئله و من به اون شرطیاتون کار میکنم. الان چون پای به هر حال من وقت محدودی دارم برای تلویزیون 50 دقیقه است، نمیتونم توضیح خیلی زیادی بدم، اما باهاتون کار میکنم و ببینم انگیزه. الان شما گفتین من اگه به مرد غریبه نگاه کنم فکر میکنم اون دارم چی فکر میکنه و همینو الگو کردین در مورد افراد فامیلتون هم همونو به کار میبرین. بنابراین مواظب به خودتون باشین و اگه کسی میخواد با من تماس بگیره لطف کنیم با شماره خود تلویزیون الان روی مانیتور هست تماس بگیریم، با استودیو من باهاتون صحبت کنم، شماره تلفن 310-402-49-46 شماره دفتر من هست، اون شماره رو نگیرین. الان فقط شماره که روی تلویزیون هست نوشته استودیو تماس بگیرین اگه میخواییم با من صحبت کنین، ولی بعداً مواقع دیگه میتونین با شماره من صحبت کنین، با تلفن من تماس بگیرین، من باهاتون صحبت میکنم و اگه مشکلی دارین در خدمتتون هستم. من واقعا دوست دارم به جامعه ایرانی خدمت بکنم، به هموطنام، همزبانان فارسی زبانان همه جای دنیا، واقعا این رسالت رو دارم
که با ایشون صحبت بکنم. رسالتم اینه که با تمام وجود زندگی کنم و در زندگی دیگران مؤثر باشم، خالصانه در خدمت جامعه ایرانی باشم. احساس میکنم بی قید و شرط همه را دوست دارم. اینو پیامی من به شماست. ایثار میکنم وقت، استعداد و منابعم رو، آن چیزهایی رو که تجربه کردم، دانشش رو پیدا کردم تا این سالها، وقف این رسالتم که خدمت به جامعه ایرانیه و کلن جامعه بشری. اگر میتونه آدم عضو مفیدی باشه، یاد بگیریم که خدمت کردن میتونه به ما همون خوبی هایی رو که به دیگران ارائه میکنیم به ما برگردونه. و اگر این باور داشته باشین، دیگه کلامی منفی در مورد هیچ کس نمیگین. الهام میبخشم، سرمشق این حقیقت میشم که نوع بشر خلاقه. ابر کامپیوتر ذهن ما، مغز ما اینقدر قدرت داره که بزرگترین کامپیوترهای جهان در 40 دقیقه میتونن اون پروسس یا مرحله‌ای رو که مغز ما در 1 ثانیه انجام میده تو 40 دقیقه کامپیوترها میتونن اون کارو بکنن. پس ببینیم ما چقدر قدرت داریم و بتونیم از این قدرت ذهنمون، از چون ما فکرمون سلطان جهانه و اون فکر ما هست که زندگی ما رو تعیین میکنه و با اون فکر که بعد درستش بکنیم در جهت خواسته های خودمون، در جهت خوبی ها، در جهت سلامتی خودمون و دعا برای دیگران، نه اینکه با نفرین و پرخوشگری. من تعجب میکنم واقعا، اصلا خیلی برام عجیبه وقتی کسی میاد و از ته دل آدمهای دیگر رو حالا به خاطر هر چیزی نفرین میکنه. البته اونا کسی که این کارا رو میکنن خب پرابلم دارن، مشکل دارن، منتالی به هر حال یه جوری الگوهاشون اشکال داره، ولی واقعا شما که احساس میکنین و میدونین که چقدر کلام ما به ما برمیگرده، نفرین، حرف ناجور در مورد هیچ کس نزنین. یعنی بدترین کار اینه. برای همه دعا کنین. دعایی که برای دیگران میکنین به خودتون برمیگرده. برای همه سلامتی بخواین، برای همه شادی بخواین، برای همه موفقیت بخواین. اینا چیزاییه که به ما بر میگرده و ما نمیدونیم و همین میخوام از دیگران بعد بگیم دنبالشون برای کارهایی که میکنن ایراد بگیریم و تمام اینا میتونه آسیب زننده باشه برای زندگی خودمون. مؤثر واقع میشم و فکر میکنم تمام اعمالم در زندگی دیگران تاثیر میذاره. این رسالت من یا میشن من از اینکه میام توی تلویزیون و وقت میذارم، هزینه میکنم که برای شما عزیزان یه منبعی باشم از آگاهی، اطلاعات که بتونین خودتون رو به اندازه کافی دوست داشته باشین. این برنامه من روزهای جمعه به صورت لایو و زنده پخش میشه، میتونین تلفن کنین روی خط، ولی روزهای یک شنبه که بازپخشش هست، یک شنبه 6 بعد از ظهر بازپخشش به وقت لس آنجلس که فکر میکنم و به وقت نیویورک و واشنگتن اینا یه 3 ساعتی جلوتره، یعنی 9 شب اونو میشه، ولی به هر حال اون دیگه بازپخش برنامه است. اگر یه موقعی خواستین با من تماس بگیرین با همون شماره تلفن آفیس من، اگر تماس بگیرین سوالی داشتین من در خدمتون هستم. ولی برنامه لایو من اگر دوست دارین که روی خط بیان، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس و ساعت 10:30 شب روز جمعه، شب جمعه به وقت ایران هستش که ما در خدمتون هستیم. در مورد ازدواج موفق، اتفاقا خودم هم تصمیم داشتم که بگم ما چطوری میتونیم اشکالات و ارتباطهای مساعدی با اون همسرمون برقرار بکنیم. من حالا مسائل رو براتون توضیح میدم. مثلا یکی از کلاینت های من، یکی از مریضای من که اومده بودن و گله داشتن از اینکه من همسرم خیلی پرخاش میکنه، یه خانومی بودن، حرفای زشت میزنه به من، بعد ما به هر حال در نهایت دعوامون میشه و ایشون، من خیلی ناراحتم که چرا اینقدر حرفای زشت به من میزنن.
گفتم عکس العمل شما در مقابل حرفای ایشون چی هستش؟ آیا شما هم آروم هستین و پاسخی نمیدین؟ گفت نه خانم دکتر، فکر کرده من ازش میخورم، معلومه که منم هرچی که میگه 6 برابر جواب میدم. خب ببینین، وقتی که یک کسی میاد به من میگه من ایشون حرف زشت میزنه و من ناراضی هستم، حرف زشت اگر بده پس واسه چی من میگم؟ اینجا ما دیگه در حقیقت حقمون ضایع میشه، نمیتونم بیام. گفت نه خانم دکتر، اون اول شروع میکنه. گفتم خب اون اول شروع کنه، ادامه پاسخی که شما دارین میدین اینه که همون رفتار پرخاشگرانه رو دارین باش رفتار میکنین، همون حرفای زشت رو به قول خودتون 2 برابر تکرار میکنین که بگم من ازش نمیخورم. چه تأثیری داره؟ یعنی آیا رابطتون رو درست میکنه وقتی که اون به شما پرخاش میکنه و شما پاسخشو میدین میگین که خب من ازش نمیخورم؟ حرف زشت بده، کی شروع کنه مهم نیست دیگه، حق شما ضایع میشه. اگر ایشون شروع میکنه و شما دنبال حرفشو میگیرین و پاسخش رو با پرخاشگری و حرفای رکیک میزنین، دیگه حقتون ضایع میشه. یعنی نمیتونیم بیان بگین شوهر من یا همسر من حرفای بد میزنه، شما هم همون کارو داریم میکنیم. بنابراین بهترین روشی که ما داریم سیمپاتی ایمپاتی، یعنی میتونیم اگر کسی حتی به ما پرخوش کرد و از بالا به پایین به ما نگاه کرد، یعنی وقتی که میاد به من میگه این کار کردی تو، این اشکالو داری، ممکنه ایرادهای مختلفی از ما بگیره. وقتی که من در صدد دفاع بر بیام، یعنی حرف تو رو پذیرفتم، پس تو حق داری، من شروع میکنم دیفنسیو شدن، خودت هم این کار کردی، یه موقعی اینطوری بودی و تمام اون رابطه، و شما ممکنه 20 سال این کار رو دارین میکنین، 20 سال زن و شوهرها با هم دعوا میکنن، کارشون هم به جایی نمیرسه، یا آخر قهر میکنن یا آخر به پرخاشگری میانجامه یا استکاک فیزیکی برقرار میشه. به هر حال بعد از 20 سالی که این کارو کردین، 15 ساله دارین میکنین، آیا نتیجه گرفتین؟ وقتی یک کاری رو شما چندین بار تکرار کردین و نتیجهش همونی بود که قبلا بوده، انتظار درست شدنشو دارین؟ با نصیحت، با داد زدن، با گله کردن، با تحقیر کردن، با خورد کردن آدم ها، حالا هر کی، آقا یا خانم، چه چیزی رو میخواین به همدیگه ثابت کنین؟ آیا میخواین رابطه رو درست کنین؟ میخواین بهش نصیحت کنین؟ ببینین نصیحت کردن، تذکر دادن یک کار بسیار غلطیه، برای اینکه نشون میده من اینجا هم تو پایینی، از بالا به پایین به دیگران اگر نگاه کنیم شروع میکنیم نصیحتشون میکنیم، بهشون پیغام میدیم، حتی بچه هامونو تکرار این کار نکن غلطه، 1000 دفعه میگیم اون میکنه دیگه این گوشش نمیشنبه. تو ارتباط زناشویی هم همینه، فرقی نمیکنه، وقتی یه چیز رو مرتب تکرار میکنیم، مرتب دارین گله میکنیم، مرتب شکایت میکنیم، مرتب ایراد میگیریم و میخواین اون آدم رو از میدون به درش بکنین یا ناراحتش کنین، اینا یک روشیه که بهش میگن ساک کردن انرژی. یعنی چی؟ یعنی ما به این صورت انرژی طرف مقابل رو میدوزیم، میقاپیم که اولا شروع کنیم پرخاش کردن. وقتی پرخاش میکنیم، وقتی اون آدم رو به ریاکشن یا واکنش وادار میکنیم، یه مقدار حالمون خوب میشه، یعنی انرژیای اون آدم رو میگیریم. چطور؟ به این صورت که من با پرخاشم تونستم اونو وادار به واکنش کنم. یعنی چی؟ یعنی واکنشی که از حرکت من در اون به وجود میاد برای من انرژی سازه، و اینا الگوهای ناخودآگاه آدم هاست که وقتی از این طریق راحت میشن، ریلیف میشن یا انرژی میگیرن، تکرارش میکنن. حالا وقتی که ما واکنش نشون بدیم به حرفهای ناجور آدمها یا به رفتارهای، این یک نوع دوزی انرژی. نوع دومش اینه که آدما ببینید 3 نوع میتونن انرژی های ما رو بگیرن، یکی از طریق پرخاشگریه
که وقتی به ما پرخاش میکنن واکنش ما واکنش پرخاشگری خواهد بود. دوم این که واکنش منفعلانه نشون میدن. الان من یک کلاینتی دارم که میاد میگه شوهر من مثلا قهر میکنه دیگه با ما حرف نمیزنه و منم خب ناراحت میشم، منم جواب نمیدم، منم حرف نمیزنم. ببین یکی چم از طریق صحبت نکردن، قهر کردن، بی‌اعتنایی انرژی آدم ها رو ما میخوایم بدوزیم و بگیریم برای خودمون انرژی میگیریم. وقتی میبینم با رفتار مفعولانه من، رفتار منفعلانه من، رفتاری که من اخ کردم، قهر کردم و اون طرف تحت تاثیر قرار میگیره و اونم واکنش نشون میده، واکنش قهری، من به مقصودم میرسم. این خیلی جالبه که ما به این آدم که رفتار منفعلانه رو نشون میده ما بخوایم و این طریق انرژی ما رو میدازه. یادتون باشه سومیشم براتون بعدن میگم، یه تلفنی جواب میدیم. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر خسته نباشید. ممنونم از شما، قربونتون برم. خانم دکتر من خانومی هستم که راجع به ازدواج موفق ازتون سوال کردم. من منظورم این بود که جوانهایی که میخوان ازدواج کنن اینا چه شرایطی رو باید در نظر بگیرن. اوکی، منظور من این بود. باش، شرایط ازدواج موفق حتما باشه. اونم مثلا از نظر اقتصادی، از نظر زیبایی، تحصیلات، اینا چقدر میتونن به هم نزدیک باشن تا ازدواج موفق‌تری داشته باشن؟ بسیار خوب، من یه توضیحی در اون مورد بعدم میدم. این سومین آیتم اینکه چه جوری ما میتونیم انرژی آدم ها رو بگیریم. حالا شما میتونین، البته میتونین قطع کنیم، من دارم صحبت میکنم در مورد اون مسئله. بله، بزرگتون دارم، موفق باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون عزیزم. باش عزیزم، گوش بدین. ببینین، گفتم با هر کسی شما بخواین انرژیشو بگیرین، میتونین پرخاش کنین، میتونین قهر بکنین، واکنش منفعلانه نشون بدین و قشنگ پوزیشن قهر رو بگیرین که اون آدم درک بکنه و تحت تاثیر قرار بگیره. اون موقع انرژیای اونو ما میگیریم و اینا میشه پدرنای ما. کسایی که حالا این رفتار رو تکرار میکنن به عنوان الگوهای شرطی شده و ناخودآگاه دارن استفاده میکنن و به این طریق نمیدونن که اون ساتیسفکشن یا رضایت درشون به وجود میاد. اون قسمت سومی که آدمایی که انرژی ما رو میدوزن کسایی هستن که شروع میکنن از زندگیشون، من بدبختم، اینجوری شد، پدرم اون کارو کرد، مادرم اون کارو کرد، شروع میکنن رفتارهای نمیدونم دلسوزی شما رو به طرف خودشون جلب میکنن با تعریف و این میشه الگوهای اونا. آدمایی هستن که همیشه از زندگیشون شکایت دارن، من اینجا حالم اینجوریه، اصلا حالم خوب نیست، من این مشکل رو دارم و شروع میکنن برای شما درد و دل. اونا هم انرژیاتون رو میگیرن. حواستون باشه اگه دلسوزی کنین میبینین تحت تاثیر قرار گرفتین، مواظب باشین، اجازه ندین انرژیاتون رو بگیرن و برای خودشون استفاده بکنن. درود بر شما، بفرمایید. سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. خانم دکتر، امروز میخوام یه سوالی داشتم. سوال که نه، در مورد خودم میخواستم بگم. امروز یادش من تو چند تا کار رفتم، بعد شکست خوردم، چیزایی که بود، خیلی ناراحتی اعصاب دارم. خود تو خونم اصلا نمیتونم با برادرم، با خواهرم، با مادرم بتونم بسنم. تو کارهای مختلف هستم، شکست خوردم، یعنی هیچ کاری دیگه نمیتونم اولا انجام بدم. یعنی خون نشین شدم 4-5 ماه. خب اجازه بدین، خیلی درگیری فکری دارم. اجازه بدین شما اینقدر، آره گوش بدین، گوش بدین من چی میگم. وقتی میگی من شکست خوردم، درگیری دارم، کار پیدا نمی کنم، همه اینا نگتیو، یعنی شما دارین پدرن ها با... میگه به زبان آری، به جهان آری، شما به جهانتون دارین شکست رو میارین. من اتفاقا یه مریضی دیروز داشتم، میگه I am heart broken، قلبم شکسته. گفتم نه، به خاطر اینکه این رابطه داره تموم میشه به نفع شماست، چون رابطه خیلی ابیوزینگ بود زن و شوهری و باز خانم احساس میکرد که قلبش شکسته. هم چیزی نیست، اون یه تجربه است، یه تجربه ناشایست، ناخوشایند در مورد یه مسئله پیدا کردین، از اون تجربه در زندگی در شرایط بعدی استفاده کنین.
وگرنه من شکست خوردم، من دیگه کار پیدا نمیکنم، من پرخوشگرم و خانوادم، میخوام تمام اون داغ دلم و یا مشکلم رو بریزم سر اونا و با پرخاش میخوام خودم راحت کنم. شما حواستون باشه. فقط خانم دکتر این نیست، در مورد ازدواج من هم همین، اصلا نمیتونم انتخاب نمیتونم کنم، مثلا با یکی بتونم یه دختر انتخاب کنم، روی هر دختری که بخوام دست بزنم یه عیبی میگیرم، یا واقعا عیب دارن، یا اونی که من میخوام به من نمیدن، یا اونی که مثلا با من سازه، مثلا میخواد منو دوست داره مثلا با من ازدواج کنم، من نمیخوام، در حال نمیتونم، یعنی قدرت تصمیم گیری عملا ندارم، یه واقعیتیه، برای همین که نمیتونم تو زندگی. خیلی خوب قطع کنیم، من بهتون، من باهاتون کار میکنم، قطع کنیم، من یه توضیح میدم، بعدم اگه خواستیم به شماره آفیس من زنگ بزنیم، من باهاتون کار میکنم. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم، خواهش میکنم، از مواظب خودتون باشین. کلمه منفی در مورد خودمون واسه چی میگیم؟ ما باید یادمون باشه ما نور خدا هستیم، خداوند روح خودشو در ما دم میده، در همه انسان ها، هممون قابل احترامیم، هممون با ارزشیم، هممون واقعا باید همیشه خودمون رو نوازش کنیم، از خودمون تشکر کنیم، از بدنمون، از ذهنمون. وقتی که ما خودمون رو ناچیز فرض میکنیم، مشکل برای خودمون به وجود میاریم. یه خطی قبلا بود، اونو بگیر، قبلیه رو یا الان. اوکی، درود بر شما، بفرمایید. الو. بله سلام. سلام خانم، سگ داره، این سگ هم مزاحمه تو خونه ما، باعث شده که درس و مشقش رو نخونه، خیلی بهش علاقه داره، سگ رو میبریم گریه میکنه، چی کار کنیم که این سگ جدایی پیدا کنه؟ اصلا روح روانه شده سگ، منو دوست نداره که پدرشم، ولی سگ رو دوست داره. خب ببینین، خیلی اینجا هم همینطور هستش، اینجا هم خیلی هستن که خیلی سگا رو بهشون بیشتر توجه میکنن، چون اون حیوان بیازاریه، دادم نمیزنه سر ما، دعوامون هم نمیکنه. ببینین، یک شرایط ازدواج موفق رو اون خانم سوال کردم، من بعد برای ایشون پاسخ بدم. نمیتونیم بگیم که حالا اگر مثلا سنشون فاصله معینی بود، فرق نمیکنه، حالا یه دو سه سال زن بزرگتر باشه، دو سه سال مرد، اون اول ازدواجی که میخوان ازدواج بکنن مهم نیست. این که شرایط خانوادگی، البته تو روان شناسی میگه که شما از شهر خودتون، هم زبانهای خودتون، هم دینهای خودتون و از نظر وسع مالی کسایی که شبیه شما هستن، حتی اگر با شما توی محله زندگی میکنن، اینا خیلی بیشتر، چون میتونن از نظر مالی و شرایط اقتصادی با همدیگه یه همخوانی دارن، اونا ترجیح داره تا اینکه با خوب ملیت های مختلف، زبان های مختلف، ادیان مختلف. این ثابت کرده که ازدواجاشون ناموفقه. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما با کسی که هموطنمونه، همزبانمونه، همدینمونه، از نظر شرایط خانوادگی با ما شبیه و خیلی طرز تفکرش، حتی تو شهری که ما بزرگ شدیم بزرگ شده، اونا مهمه، بازم ممکنه ایراد و اشکال و اختلاف عقیده و سلیقه به وجود بیاد. حالا چه برسه که ما بیایم با یک فردی با یک دین دیگه، با یک تفکر دیگه و یک زبان دیگه بخوایم، با یک فرهنگ دیگه، اون موقع این ازدواج موفق نخواهد بود. بنابراین یادتون باشه، برای ازدواج ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم و رویا برای خودمون ببافیم که این بایستی اینو داشته باشه، حالا دختر یا پسر خوشتیپ باشه، تحصیل کرده باشه، پولدار باشه، خانوادهش اینطوری باشه، اون باشه، اگه یکی از اونا رو نداشت نمیتونم، یا حالا 3 سال از من بزرگتر باشه یا 5 سال از من کوچکتر باشه. به هر حال تمام اینا رو تو ایدئالای خودتون میارین.
اما مهم اینه که چقدر شما به اون آدم گرایش پیدا میکنین، چقدر همخوانی فکری دارین، چقدر میتونین هم فکر باشین، چطوری میتونین همدیگر رو درک بکنین. اینا خیلی مهمه که درک همدیگه و به وجود آمدن اون جرقه و علاقه اولیه، تمام اینا میتونه برای شما یک پیش درآمدی باشه. ولی خب اگر مثلا تحصیلات پایین و بالا باشه، مثلا اگه آقا علمن دارم کسی رو که همسرش دیپلمه است، آقا دیپلمه است و خانم تحصیلات فوق لیسانس داره و این مشکل در زندگیشون به وجود اومده که به هر حال اون حقارت هست یا احساس کمبودی که اون همسر داره به خاطر اینکه خب همسرش تحصیل کرده تره، میتونه اختلاف به وجود بیاره، ولی مهم نیست. حالا میتونین شما با یه آدمی هم که خودتون تحصیل کرده هستین با یکی هم که دیپلمه است ازدواج کنین، مهم اینه که چقدر همدیگر رو میپذیرین، پذیرش، اعتماد، و اینکه ما همش بخوایم اونو کنترلش کنیم، با کی زنگ زد، به کی نگاه کرد، حواسش به کجا بود، تمام اینا میتونه رابطه رو خراب بکنه. وقتی ما میخوایم کنترل کنیم، دارم کسایی رو که فقط کنترل میکنن دیگران رو. کدوم خطاقاییه چه؟ مرسی، خواهش میکنم وقت رو بفرمایید، روی خط هستی. سلام خانم. سلام. میشه بس میخوام تو صحبت کنم؟ من خودم هستم عزیزم، بفرمایید. روی خط هستی؟ رو خط هستین. بله. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، خسته نباشید. من خانم دکتر خواستم از خدمتتون سوال کنم که وابستگی انسان‌ها در کل، حالا از بزرگ تا کوچیک، به حیوانات رو چجوری میتونیم اونا رو از حیوانات بگیریم؟ خیلی وابسته است، حالا در هر سنی باشه. برای من لطفا توضیح بدید، خواهش میکنم. چشمه. حالا خط بعدی رو میگیریم. من این سوالات رو نوشتم. درود بر شما، بفرمایید. روی خط هستین. روستون بخیر خانم دکتر، خسته نباشید. ممنونم. خانم دکتر، ما توی همین محل کاری که هستیم یه مسئولایی هستن اونجا، یه سری هستن که پول دوستن. ببینم اگر شما میخواین مثل اون آقا که اومد روی خط، ببینیم وقت مهمه، من دوست ندارم حرفایی. خیلی محترمی هستید، منم خدمت رو زنگ زدم، واقعا یه معضلی هست، میخواستم شما یه سوال بپرسم. حالا نمیدونم، من اون آقا رو ندیدم چی گفته. درود بر شما، بفرمایید. سلام هم بسید، وقتتون بخیر. ممنون. یه سوال داشتم از من، سوالی کنید. بفرم. با یه خانواده که پدر و یا مادر همراه خواهر و برادرم هستن، واقعا یه وقت از رفتارشون یا از کلماتی که نسبت آزادگی میکنم به نظر شما ارتضامی که داری که آدم میخواد در ارتباط باشه یا به پذیرتش کنه فقط در حد این که اون عدد احترام و رعایت کنه که فیاض میکنه؟ ببین عزیز من، شما چند سالتونه؟ من 35 سالمه. خب توقع دارین دیگه. ببینیم وقتی توقع داریم همش بخوایم اپریشیت بشیم، همه از ما قدردانی کنن، یه کار کوچولو برای یکی میکنیم. واقعا من یه مریض داشتم، میگم آره هر کاری براش میکنی انگار نه انگار اصلا به چشمش نمیاد. گفتم من یه کار واسه اون میکنی. ببینی یک حالا یه خانومی که حالا ازدواج کرده یا یه خانومی که ازدواج نکرده یا تو خونه برای پدر مادرش یه کار رو انجام میده، این کار کردن برای اونا دلیل نمیشه که ما بخوایم ازشون بیان به ما تعظیم بکنن، قدردانی کنن. کارو میکنی به خاطر اینکه دوست داری کارو خوب بکنی، کار نیک بکنی، یه هدیه براشون بگیری، یا اون خانم که میخواد توی خونش یه تغییر به وجود بره، همه چیزا رو تغییر بده، خونش رو مرتب و تمیز نگه داری، یا مثلا همه اینا. اون خانم اگه همش انتظار داشته باشه بگم به به باریکلا دست درد نکنه، بعد اگه نکنه خب ناراحت میشه. این توقعه. یاد بگیریم همه کارا رو بی توقع و بی منت بکنیم. پیغامای من بنویسیم بگیرین تو زندگیتون به کار ببرین. درود بر شما، روی خط هستین عزیزم. صداتون نمیاد، بفهمه. الو. بله بله. الو.
بله بله شما روی خط هستین عزیزم، صداتون نمیاد. الو عزیزم روی خط هستین. الو سلام خانم دکتر. سلام عزیزم بفرمایید. میخواستم با این موضوع با شما صحبت کنم. خب بفرمایید، سریع بفرمایید، من در خدمت. خانم دکتر من زود عصبی میشم. بله میخواستم من صداتون رو میشنوم، شما تونتون سوالتون رو بکنیم، من مینویسم بعد با همتون اینجا سوالاتون رو نوشتم جواب میدم. زود عصبی میشین؟ خب واسه چند سالتونه؟ بله زود عصبی میشم، تو خونه اصلا حوصله ندارم، دلتنگی دارم. چند سالتونه عزیزم؟ من نمیدونه هر موضوعی برام ناراحتی میاد. چند سالتونه؟ چند سالتونه؟ ازدواج کردین؟ بعد شرایطتون رو من بدونم. من 4 سال ازدواج کردم و 28 سالم. بچه دارین؟ نه هنوز بچه دار نشدم. با چی عصبانی میشین؟ من بیماری تیروئید دارم. خب دیگه وقتی میگیم بیرون بیماری تروئید دارین آدم بالا که... خود به خود عصبی میشم خانم دکتر. بله اونایی که تیرویدشون پرکاره یا تیرویدشون کمکاره اشکاله. شما دارو میخورین برای تیرویدتون؟ لوتروکسین هست، داروهایی که کنترل بله داروم هستم میکنم خام دکتر. خب و زیاد کم خونی زیادی هم دارم خام دکتر. خیلی خوب من بهتون پاسخ میدم، من بهتون بعدن پاسخ میدم، این رو یاد داشت کردم به همه تون تا موقعی که وقت دارم جواب میدم. درود بر شما، روی خط هستین شما، بفرمایید. بفرمایید. ببینین واقعا اگر با اون منظور که وقت دیگران رو بگیرین و یه حرف خیلی واقعا جلفی یا چیزی که ربطی نداره بزنین، مطمئن باشین اکشن ریاکشن، با هر دستی بدی ما همون دست میگیری. یاد بگیرین بخواین یه سوال مفید بکنین که دیگران هم استفاده بکنن ازش. من نمیفهمم الگوهای، چون توی ایران من واقعا شاید برنامه زنده رو دیگه برای ایران نذارم ساعتی که ایرانی ها میان روی خط، به خاطر اینکه خیلی واقعا اصلا وقتگیر میشن. میتونم بذارم روزای یک شنبه 6 بعد از ظهر برنامه زندمو و بازپخشش رو بذارم همون 10:30 شب وقت ایران، به خاطر اینکه اگر قرار باشه که هموطنایی که داخل ایران و اینجا توی امریکا هیچ کس، اگر ما زمانی که در امریکا پخش میشه هیچ خانواده ایرانی هیچ کسی نمیاد حرف بی ربط بزنه وقت کسی رو بگیره، بنابراین واقعا یه جوری بقیه مردم رو هم شما واقعا دیسپوینتد میکنین، مایوس میکنین از خودتون. چه هدفی دارین که میاین فکر میکنین خوب خنده داره یک کارایی بکنین، صدای سگ پای تلفن در بیارین، یا یه خانومی که واقعا شرم‌آوره بیاد بگه من قضام چرا شوره؟ یعنی خودتون از خودتون شرمنده نمیشین؟ I don't know. یعنی برای من هنوز این شخصیت های این مدلی جا نیفتاده که چطوری که ما میخوام آزار بدیم آدم ها رو، اذیت بکنیم. من در مورد ازدواج موفق گفتم، بعد شرایطش هم به صورت مختصری گفتم، ولی نمیتونی رویایی فکر بکنی، باید معاشرت کنیم، ببینین چقدر میتونین هم واقعا هم زبانی دارین، سیمپاتی ایمپاتی دارین، چجوری با هم دیگه میتونین کنار بیاین و پیغام ها رو اونجوری بگیرین. یکی هم این که زیبایی نمیتونه ملاک باشه، زیبایی حد اکثر تا 5-6 ماه براتون جاذبه، بعد اون آدم حالا حتی یکی از هنرپیشه های معروف از قیافه باشه، نمیدونم زیباترین باشه، دیگه اون جاذبه رو نداره براتون. اونی که میمونه اخلاق رفتار اعتماد وفاداری هم سیمپاتی ایمپاتی همدردی هماهنگی دوستی گذشت ایثار همه اینا اون موقع مشخص میشه. زیبایی اونقدر ملاک نیست که دنبال اون برین.
و اینکه وابستگی انسان به حیوانات، گفتم حیوانات رو به خاطر اینکه بی زبونن نیاز دارن به ما، ما رضایت پیدا میکنیم از اینکه اونا رو غذا میدیم، گردش میبریم یا میبینیم به ما محتاج هستن، و این وابستگی دو طرفه میشه که روی مسئله صحبت کردم. یک خانمی هم در مورد مسئله ای به نام اینکه من عصبانی میشم با خانواده خودم مشکل دارم، متوقعمون اگر پایین ببریم و نخواهیم که هر همه ما رو بذارن تو طبق حلوا حلوا کنن و همش انتظار داشته باشیم برای هر کارمون یه جایزه به ما بدن، کار رو بکنین به خاطر نفس کار، به خاطر اینکه اون عمل مفیده، درسته و اون کار رو شما با موفقیت انجام میدین، دیگه دلتون راضی باشه. مهم نیست که چی میگن، حالا بهتون بگم به به یا نگن، مهم اینه که شما یه کار نیک بکنین، پاسخش از جای دیگه براتون میاد، این مطمئن باشین. و هر کار اشتباهی، همه اونایی که اومدن رو خدیا کار اشتباه میکنن، کسایی که میان برای آدما میخوان چاله درست بکنن، آدما رو تحقیر کنن یا حرفای ناجور بزنن، مطمئن باشین همچی سیلی هایی ما میخوریم از رفتارمون هممون. من خودم هم استثنا نیستم، اگه یاد بگیریم که اونطوری با مردم برخورد بکنیم خیلی برامون دیگه مواظب کلاممون هستیم، مواظب این هستیم که هیچی نگیم، که کسی رو آزرده نکنیم، چیزی نگیم کسی ناراحت بشه. و اون خانمی هم که گفتن من تیروئید دارم، باید دار برای اینکه کمکاری و پرکاری تیروئید هر دوتاش میتونه آسیب زننده باشه، اگر کمکاری باشه چاقی میاره، افسردگی میاره، دیپریشن میاره و کندی میاره، تنبلی میاره، و اگر اکتیو باشه، زیاد فعال باشه، باز هم اون لاغر میاره، عصبی بودن میاره، حساسیت بیش از حده، که تمام اینها رو با دارو میتونن کنترل بکنن و دارو باید استفاده بکنن. من کتابی به نام رمز موفقیت و ذهن خلاق نوشتم که تمام تکنیک های تغییر رو توش نوشتم، و اینکه ضمیر برتر ما، فکر ما چجوری کار میکنه، ما چجوری میتونیم اونو هدایتش کنیم به سمت خواسته هامون، به سمت چیزایی که دوست داریم برامون اتفاق بیفته. من یار شما هم، میخوام شما رو هدایت کنم که افکار منفی که داشته باشین همونا رو ما جذب میکنیم، به خاطر امواج الکترومغناطیسی که مغز ما از خودش ساطع میکنه و با امواج الکترومغناطیسی همنام خودش ثابت شده که ما موج داره، تفکرمون اون موج رو به وجود میاره. برای همینه که میگن مثلا ذهن خانی میکنن، مردم میتونن این تلپاتی این مدلی داشته باشن، به خاطر امواجیه که پخش میشه و اون که میگیره میتونه به ما ریسپاند بده. پس بنابراین منفی تو فکرتون بیاد، ما همه منفی هایی که توی فضا هست به سمت خودمون میکشیم. اگر مثبت باشیم و امیدوار باشیم، خودمون رو موفق بدونیم و ارزش به خود رو زندگی بکنیم، تمام اونا واقعا ما رو هدایت میکنه به سمتی که ما بتونیم موفق بشیم. درود بر شما، بفرمایید. من واقعا با ترس و لرز تلفن سلام علیکم، برای اینکه واقعا دیگه من برای ایران نمیخوام دیگه برنامه زنده داشته باشم. خدا قوت، متشکرم. من بینندگانتون، شما ناراحت اذیت میشید، بینندگانتون هم اذیت میشن، ما هم اذیت داریم میشید. شما لطف دارید خانم دکتر، خواستم ازت تشکر بکنم که نمه دوست دارید دل ما رو روشن میکنید، خدا دلت رو روشن کنه. من عذر میخوام اون کسایی که میان اصالت خودشون دارن به نشون میدن برای دنیا یا از طرف اونا، عذر میخوام از شما. خیلی ممنون، شما چقدر واقعا زیبا بیان کردیم و من خیلی متشکرم. من ناراحت نمیشم، ببینین یه وقت محدودی دارم، اگه قرارشه بیان و حرفای ناجور بزنن هم بیننده های شما ناراحت میشن، همین که اینجا واقعا من دوست ندارم که پیغامای میان حرفت میپرن. خواهم بگو شما دارید مثلا یک موقع دل خوردیشی، ما هم خدا شاید چون اونجوری شما میفرستید یه انرژی بر ما، اون منفی هم میاد بر ما. درسته درسته.
گنج شما لطف کنید بزرگوارتون ببخشید. چشم، قربون شما. ممنونم، تشکر میکنم. بفرمایید. من سنتی ازدواج کردم، بعد 15-16 سال فهمیدم که کار درست اشتباه کردم و در از این از خود نشون بچون بچه هم بزرگ شد. الان الان بچه هم تحصیلات و لیسانس و از خود فوق دیپلمه یه الان همه چونی بازم بازنشست شدن. قولون قبل آقا فرمودن که تصمیم گیری نداره، من تصمیم گیری هم دارم، اما تا دلم دوره برای میسوزه. این مدار چی میگن من میفهمم، چرا با اونا خودم برابری کنم؟ اینجا موندم خودم، بچه هم دونم که شما گوونو سستی خودتی میسوزی. خب ولی من با آتون بعدا صحبت میکنم با تلفن. من منتظر بمانیم. الو، قد شد تلفنتون. به هر حال من از اون آقا که الان داشت صحبت میکردم و تلفنش قطع شد واقعا تشکر میکنم که صحبت که کردین درسته. اگر من میگم من ناراحت نمیشم، من از این فرهنگ یه جوری برام قابل قبول نیست که اگر کسی خدمتگزار شماست چطوری میخوایم باهاش برخورده اینطوری بکنیم؟ از این نظر یاد بگیریم، چون به هر دستی میدین به هر همون دست میگیریم، بعد یه جایی که به زمین میخورین نمیدونین از کجا خوردین. باید بدونین که اکشن ریاکشن، رفتار اشتباهی که اینجا کردین اونجا پاسخش میاد، ولی شما آگاه نیستین چون یادتون نمیمونه چه کارهای اشتباهی کردین. یادتون بمونه لااقل یادداشت کنین کارهای اشتباهتون رو، نفرینایی که به دیگران میکنین، حرفای بدی که پشت سر دیگران میزنین، یا پاپوشایی که برای دیگران میدوزین، یا خیانتی که از نظر حتی مالی میکنین، هر کاری که میکنین به شما برمیگرده و از زندگی شما همونا حذف میشه. یعنی پولی که گرفتین میره از حساب شما، خودتون نمیفهمین از کجاست. یه دفعه میبینین ماشینتون یک ضربه چیز خورده و مجبورین خرجش مثل یا خرج بیمارستان بکنین. یادتون نمیمونه. یادتون باشه بنویسین هر کار اشتباهی که میکنین، دونه دونه یادداشت بکنین. این کتاب منم توش تمام این رفتارهای شما رو و اینکه اکشن ریاکشن همون چجوریه، ما چجوری میتونیم باورهای محدود کننده مون رو از بین ببریم. این کتاب رو از توی وبسایت من میتونین سفارش بدین با یه سی دی همراه. از تو وبسایت من میتونین این کتاب رو www.drparvinnizami.com یه آپشنی داره برای سفارش کتاب، اونجا میتونین سفارش بدین و بخواین مشاوره بگیرین. مشاوره از تمام آمریکا تلفنی انجام میشه و از تمام اروپا و ایران هم اگر با من با شماره من تماس بگیرن از ایران با شماره تلفن آفیس من به هر حال برنامه ریزی میکنم که بتونم پاسخگوی شما عزیزان باشم. دوست دارم که مشکل شما رو به هر طریقی هست از بین ببرم و به خاطر همین درباره کتاب دیگه‌ام به اسم جادوی باور که اون خیلی خیلی اونم مفیده که به زودی از چاپ میاد بیرون، با تلفن دفتر من الان تماس نگیرین چون داره همتون مرتب زنگ میزنه. برنامه های این برنامه روز جمعه دهانیم زنده است، دهانیم شب ایران 11 صبح لس آنجلس برنامه زنده است، ولی روزای یک شنبه 6 بعد از ظهر از تو امریکا و اروپا پخش میشه. امیدوارم که اگر سوالی داریم با اون شماره تماس بگیرین. شاید هم من برنامه خودم رو زنده رو بذارم، برنامه لایوم رو بذارم یه روزی که به وقت لس آنجلس باشه و به هر حال بفرمایید. کسی که خیلی روی خط تلفن داریم به خاطر همین من بمونین روی خط، من باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم که سوالای بجایی بکنین که به درد خودتون لااقل بخوره. و این کتاب من رمز موفقیت و ذهن خلاق و مشاوره من
15 تا 20 دقیقه مشاوره رایگان به همه ایرونی های همه جای دنیا در خدمت همتون هستم تا جایی که بتونم. و این هزینه ای هم که من میگیرم گفتم برای بچه های بیست سرپرست، خانه سالمندان، بچه های سرطانی در ایران پرداخت میشه، چه از اینجا درآمد چه در ایران، برای اونا هستش. من هدف مادی ندارم، هدفم معنوی کمک به هموطنهای عزیزمه و شما هم امیدوارم اینو درک بکنین. خدا نگهدارتون تا درودی دیگر با شما. خدا نگهدار میگم، روی خط بمونین، من تلفناتون رو جواب میدم. متشکرم از آقای اندرو، مهندس فنی اتاق فرمان، و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که برنامه منو دیدین. این برنامه بازپخشش روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هستش. درود بر همه هموطنای عزیزم، خدا نگهدارتون. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه